یازدهمین روز فروردین ماه برابر با 31 مارس، سال 1029 خورشیدی برابر با 1650 میلادی، زادروز رنه دکارت، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان شهیر فرانسوی عصر رنسانس که قانون شکست نور را در علم فیزیک کشف کرد و هندسه تحلیلی را در ریاضیات و هندسه بنا نهاد. سال 1111 خورشیدی برابر با 1732 میلادی، زادروز جوزف هایدن، موسیقیدان بزرگ اتریشی که برای نخستین بار ارکستر سمفونیک را تشکیل داد و به همین جهت هم او را به نام پدر سمفونی خواندند. سال 1188 خورشیدی برابر با 1809 میلادی، زادروز نیکولای ادوارد فیتز جرالد، شاعر، ادیب و مترجم معروف انگلیسی که با تلاش بسیار به ترجمه آثار عبدالرحمن جامی، شاعر بلند آوازه، و رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری، ادیب و دانشمند شهیر ایران زمین روی آورد. سال 1227 خورشیدی برابر با 1848 میلادی، کشته شدن ملا محمد تقی برغانی، معروف به شهید سالس. سال 1266 خورشیدی برابر با 1887 میلادی، زادروز الکسی لژه با نام مستعار سن ژان پرس یا سن لژه لژه، شاعر برجسته فرانسوی که اشعارش صور ذهنی زیبا و غنی و اضطراب‌های روحی را در برابر بحران‌هایی که بر معیارها و ارزش‌های عالم انسانی پدید آمده نشان می‌دهد. این اشعار همچنین تحت نفوذ سفرهای فراوان و ادراک شاعر از سرزمین‌های پهناور و دوردست قرار گرفته و با آنکه از دو مکتب سمبولیسم یا نمادگرایی و سورئالیسم یا واقعیت برتر تأثیر پذیرفته، هیچگاه از تغزل زیبای شخصی شاعر دور نشده است. سال 1268 خورشیدی برابر با 1889 میلادی، افتتاح برج ایفل در پاریس. سال 1290 خورشیدی برابر با 1809 میلادی، زادروز نیکولای گوگول، پدر حقیقت نگاری روسیه. سال 1296 خورشیدی برابر با 1917 میلادی، درگذشت امیل آدولف فون بهرینگ، پزشک برجسته آلمانی و کاشف واکسن کوزاز. سال 1303 خورشیدی برابر با 1844 میلادی، زادروز اندرو لانگ، نویسنده، شاعر و مترجم اسکاتلندی. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، بزرگترین بحران در روابط متفقین زمان جنگ جهانی دوم بر سر شهر برلین روی داد. سال 1349 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، کنگره بزرگ و جهانی ایران شناسان در تالار بزرگ فرهنگستان روم گشایش یافت.